پنج شنبه هفتم فروردین ماه 1399 خورشیدی برابر است با 26 ماه مارس یا مارچ 2020 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. امروز مجدداً جناب دکتر عباس میلانی با ما خواهند بود. به من منت گذاشتن علارغم مشغله زیادی که دارن و علارغم اینکه همه ماها در نوعی حبس خانگی به سر میبریم، لطف کردن و این فرصت رو دارن که در خدمتشون باشم. بعد از مقدمه کوتاه میرویم و مینشینیم پای صحبت‌های جناب دکتر میلانی. عرض کنم حضورتون، بالاخره جنگ و جدل بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای تصویب بودجه 2 تریلیون دلاری برای کمک به نهادهای مختلف، برای بیمه بیکاری، برای شرکت‌های هواپیمایی، برای کمک به مؤسسات درمانی و درمانگر و ارسال پول برای افراد تمام مردم امریکا تصویب شد و الان مجدداً برگشته به سنا که اونجا باید دید که آیا تصویب خواهد شد و نهایی خواهد شد یا نه، و تکلیف بسیاری از این ارقامی رو که معین کردن، مطرح کردن، هنوز معلوم نیست. دعوا بیشتر بر سر تعیین یک کمیته ناظر بر این مخارج بود که اون رو پذیرفتن جمهوری خواهان و همچنین مستثنا کردن شرکت‌ها و مؤسساتی که تعلق داره به سران دولت و به خصوص آقای ترامپ و فامیل ایشون که اونها رو مستثنا کردن، گفتن اونها حق ندارن از این بودجه استفاده بکنن، و خبرهای بسیار ناگواری که هر روز فرماندار بسیار بسیار فعال و منطقی نیویورک، آقای اندرو کومو، که برادر او هم یکی از برنامه سازان خوب تلویزیون CNN هست و پدر او یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته سیاسی بود، که آقای ماریو کومو که فرماندار نیویورک بود، ایشون هم وقتی که برای ریاست جمهوری میخواست اقدام بکنه انقدر راجع به سابقه او و فامیلش و این که ممکنه از مافیا باشد و غیر ذلک شایعه پراکنی کردن که منصرف شد، ولی از اون شخصیت هایی بود که واقعا در امریکا کمتر نظیرشو داریم. من راجع به ارقام و اعداد این کرونا ویروس و اقداماتی که در سراسر دنیا داره به عمل میاد و بالاخره مسئله جنگیری آقای رهبر جمهوری اسلامی و پیامدهای اون و اینکه آقای رئیس جمهور که گفته بودند که قرنطینه مربوط به عصر حجر هست، تازه دوزاریشون افتاده و معلوم نیست که آمار و ارقامی رو که از تعداد مبتلایان و مرگ و میری که کرونا ویروس باعث شده واقعا درست هست ارقامی رو که منتشر میکنند یا نه، ولی هر روز اونها هم ارقامی رو منتشر میکنند. من ترجیح میدم که وقت برنامه رو بیشتر در خدمت آقای دکتر میلانی باشم و از محضر ایشون استفاده بکنم، همونطور که میدونم دلخواه شما هم همین هست. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاس از شرکت مجددتون در برنامه. سپاس از دعوت شما و سلام به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران وسیع و اغلب کرونا زده ای که تشریف دارن. آرزوی مجدد سالی خوش و واقعا تسلیت برای اون کسانی که در این ماجرا بی جهت جان باختن، در اینکه بی کفایتی رژیم و دروغگوییش و ریاکاریش باعث گسترده شدن عظیم این ماجرا شد. حتما ازش گریزی نبود، ولی قطعا در این سطح ازش گریز بود و واقعا
سر تعظیم رود آوردن در مقابل پزشکان و پرستارانی که دارن با جان و دل مایه میگذارن اغلب بدون وسایل اولیه برای اینکه مردم رو نجات بدن. تعداد کسانی که کشته شدن در این قضیه واقعا شگفت انگیزه و قهرمانان امروز ایران اونها هستند و ضد قهرمانان امروز ایران مثل 40 سال اخیر امثال آقای خامنه‌ای هستند، امثال روحانی هستند، امثال فرماندهان سپاه هستند که بدون توجه به جان انسان، بدون توجه به جان ایرانی حاضرن هر کاری بکنن برای اینکه این قدرت نکبت زدهشون رو حفظ کنن. آقای دکتر، این همیاری و همکاری رو که مردم امریکا دارن نشون میدن و 40,000 نفر پزشکانی که بازنشسته شدن، پرستاران، کسانی که در امور به اصطلاح طبی دستی دارند، جراحانی که الان به خاطر شرایطی که هست نمیتونن جراحی بکنن پیوستن به پرستاران و در سطح پرستاری دارن خدمت میکنن و هنرمندانی که دارن در واقع با همدیگه اتحادی رو به وجود میارن که کنسرت خانگی ترتیب بدن برای مردم که در خونه هاشون هستن و از محل درآمدی که به دست میاد کمک بکنن به این کسانی که این کرونا زده ها و کسانی که دارن از بین میرن و شیوع بیش از حد این مرض در نیویورک، در کالیفرنیا، اخیراً در نیو اورلین که گفته میشه که میتونه پیامدش تسری پیدا بکنه به هوستون تگزاس که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای امریکا هست و همینطور این سیر سعودی و این که صحبتهایی که آقای ترامپ کردن که قرار هست که از عید ایستر، عید پاک این تحریم ها رو بردارن و مردم برن سر کارهاشون، البته گفتن نه همه جا ولی در اکثر جاها. چیه نظرتون راجع به این عمل و عکس العمل هایی رو که ما شاهدش هستیم و رفتار فرماندار نیویورک که ما هر روز شاهد صحبت های بسیار منطقی و آمارهای دقیقی رو که ارائه میده هستیم؟ ببینید، من فکر می‌کنم رفتاری که آقای ترامپ در این مورد داشته بسیار بسیار رفتار قابل انتقادی است. چندین هفته نپذیرفت که این مسئله اصلا جدی است، به گفتن اینکه این توطئه دموکرات هاست، توطئه روزنامه نگاران، تعلل کرد. هنوز هم تمام امکانات دولت فدرال رو برای ساختن دستگاه های لازم به کار نمیبره، ولی چون آمریکا کماکان یک دموکراسی است، ایالت ها، نهاد ها، شهر ها، دانشگاه ها، محله ها، اتحادیه ها، همه میتونن کار بکنن، دارن کار میکنن و دارن سعی میکنن جلوشو بگیرن. در کالیفرنیا دوباره فرماندار بسیار بسیار تیزهوشی است که خیلی زودتر و جلوتر از دولت فدرال این کار رو کرد. دانشگاه های مختلف همه تمام ابتکاراتشون رو به خرج دادن برای اینکه جلوی این قضیه وایسن، فاصله ایجاد کنن، قرنطینه ایجاد کردن، کلاس ها رو مثلا در دانشگاه ها، خیلی از دانشگاه ها، خیلی زودتر از ایالت ها و خیلی زودتر از دولت فدرال. دولت فدرال هنوز در واقع اون تصمیمی که باید بگیره به گمان من نگرفته و حتما در آینده در این مورد قضاوت های تاریخی به گمان من سختی خواهد شد. ولی الان مسئله واقعا قضاوت تاریخی نیست، مسئله الان اینه که باید همه دست به کار بشن. تفاوت ایران با اینجا اینه که در ایران وقتی که رهبری اشتباهی میکنه و میگه جن مسلمان دنبال کار ما هست و ما حکومت پیغمبریم و خودشو به پیغمبر تشبیه میکنه و میگه اونا هم جنای دشمن داشتن ولی جن مسلمان هم بودن و اومدن به کمکشون و بعد رئیس جمهور ابله واقعا میگه که
پدیده قرون وسطایی است، کاری نیست، از سرماخوردگی مثل سرماخوردگی برید به کاراتون. 8 میلیون سفر شده در این دوران عید، 8 میلیون میگن، و اگر 16 میلیون نرفتن، اگر 20 میلیون نرفتن، فقط به خاطر درایت مردم ایران بوده. خود مردم ایران عقلشون از این رژیم بیشتر رسیده، خودشون نرفتن. در خیلی از شهرها مردم اومدن جلوی دروازه شهر وایستادن و نذاشتن. ولی اینجا مردم حق دارن به رئیس جمهور بگن که حرفت ناوارده. در ایران میگه این حمله بیولوژیکه، فردا ارتش ایران اون امکانات محدود واقعا محدود شده خودش رو میذاره برای رزمایش جنگ ایدئولوژیک. خجالت بکشید، این امکانات رو الان باید بذارید بیمارستان درست بکنید. این مزخرفات چیه میگید؟ کدوم رهبر دیگه در دنیا چنین خزعبلی گفته که شما میگید؟ و چون حالا اون گفته، به هر دلیلی که گفته، به هر دلیلی که حالش مناسب این بوده که چنین حرفایی بزنه، تمام دولت رو بسیج کردید که این خزعبلات رو بگه، رادیو تلویزیون رو آوردید رو پشت خط این که برن تو قم با یارو صحبت بکنن. نگاه میکردم با حالا اینا چیزی نیست، ما میریم و خرید اونو داریم میکنیم. حالا که 40 سال اینا با نوروز جنگیدن، حالا یه دفعه نگران خرید نوروز شدن. در اینجا این امکان هست که جلوی این وایسن، ایالت ها خودشون تعطیل کنن، شهرها خودشون تعطیل بکنن، و این امکانات علمی هم هست که سعی کنن جلوش وایسن. الان کلی در تمام دنیا، در تمام جهان جنزده به قول آقای خامنه ای، از آلمان بگیرید تا فرانسه، از سوئد بگیرید تا آمریکا، دارن کار میکنن. و اگر جوابی برای این پیدا بشه، بین ژاپن و آلمان و چین و آمریکا و اینا خواهد بود. شما در ایران فقط باعث گسترشش هستید، شما فقط باعث زیان هستید. رهبری شما، ایران میتونست الان یکی از کشورهای درجه یک باشه برای مبارزه با این قضیه. ایران در امکانش رو داشت. الان کره داره به آمریکا وسیله آزمایش میفروشه. ایران قبل از اینکه به دست شما بیفته از کره عقب نبود. حالا شما محتاج 20 میلیون یوروی اروپا شدید و ادعا هم دارید که حکومت پیغمبری دارید، ادعا هم دارید که جنهای مسلمان با شما هستن و جنهای کافر دارن با اسرائیل و آمریکا و سازمانهای اطلاعاتیشون فعالیت کنن. پول خرج میکنید که اجنه خوب بسیج بکنید با اجنه بد بجنگن. تو تلویزیون برنامه میارید میذارید آخوند توضیح در مورد اجنه میده. اینه که به رغم بدی بعض، به گمان من بعضی از سیاست هایی که دولت ترامپ اینجا اتخاذ کرده، بدنه جامعه آمریکا هم توی گفتید داره باش مقابله میکنه و بالاخره هم راه حل از همین جاها در خواهد آمد. راه حل از طب اسلامی در نمیاد، راه حل از دست اون آخونده جنایتکاری که بدون ماسک میره توی اتاق بیماران و یه معجونی دم دهنشون به زور میذاره و به طلبکاری میذاره و میگه این عطر پیغمبره و شما اون فرد رو بازداشت نمی کنید و شما نمیایید در تلویزیون بگید که تو غلط میکنی میری تو اینجا، تو غلط میکنی با لباست میری توی بیمارستان و کسانی که در بیمارستان جرأت ندارن جلو تو بگیرن. نمیایید پای تلویزیون آقای خامنه ای که به هر در مورد هر قضیه دخالت میکنی، نمیای پای تلویزیون بگی که اینایی که به طب اسلامی میگن خزعبل میگن، جلوشون رو بگیری بازداشتشون میکنی. اینا شیاد هستن، جان مردم رو به خاطر این قدرت خودتون و به خاطر حفظ این وضع به خطر میاندازید. هی میگم 20 میلیون یورو از اروپا کمک گرفتید، شمایی که 100 میلیارد دلار پول دستته، حساب‌هایی که در دست شماست ارقامش معلومه، از اونا چرا خرج نمی‌کنید؟ مگه اونا فقط برای اسد و هشت‌الشعبیه؟
نه اونا باید، مال مردم ایران شما به زور گرفتید، قاصب این پولا شما هستید، شما هستید که تمام اینا رو سوار شدید، حالا حاضر نیست به مردم ایران کمک کنید، حاضر نیستید این پولا رو نه کمک بکنید، حق مردم رو بدید، مردم ایران از شما کمکی نمیخوان، حقشون رو بهشون بدید. چرا اینقدر ببینید الان واقعا دیگه مسئله به نظر من جان صدها هزار ایرانی است که در خطر و مقصرش بدون شک بیش از همه شخص آقای خامنه ای است و بعد کسانی مثل روحانی که دلقک و ملیجک این قدرت شدن و هر خاری و پستی رو پذیرفتن، هر مزخرفی رو تکرار کردن برای اینکه در تقابل با این قدرت مرکزی آقای خامنه‌ای قرار نگیرن. دکتر میلانی، یک شیادی به اسم که لقب دکترا هم به خودش میده به اسم دکتر روازاده، این سال هاست که مسائلی رو مطرح میکنه و جمعی رو دور خودش جمع میکنه که واقعا انسان حیرت میکنه و از جمله در همین مورد هم اظهار نظر کرده بود که انقدر دیگه آشور شده بود که گویا او رو گرفتن و به زندان انداختن. ولی این اقدامات خیلی کمی است برای اینکه وقتی ما میبینیم برای تشییع جنازه یکی از سرداران، سردار اسداللهی، خب به هر حال یه جمعیت نسبتاً زیادی تنگ همدیگه آمدن و عزاداری میکنن و اصلا انگار نه انگار که این یک خطری است که میتونه همه رو تهدید بکنه. این رو به چه صورت میبینید؟ فکر نمیکنید هنوز عده‌ای هستن که مقهور یا در واقع فالوئر هستن در واقع از این صحبت‌های رهبر و از این حرفایی که اونا میزنن حمایت میکنن و دنبال رو هستن به عبارت دیگه، این رو چه باید کرد؟ حتما یه دی هستن، حتما یه دی این بلاحت رو دارن که فکر میکنن مثلا یک مراسم خاکسپاری پرشکوه مهمتر از جان ده ها هزار آدمه، برای اینکه اینجا چند صد نفرم باشن، هر کدوم اینا با ده نفر در تماس باشن و این لوس این حضورشون در اونجا در جامعه پخش بکنن، جان هزاران نفر در خطر میفته و جان هزاران نفر در شرایطی در خطر میفته که بدیهی ترین امکانات مداوای اینها هم وجود نداره، برای اینکه اینها تدارک نکردن، برای نه تنها این کار تدارک نکردن، برای سیلی که پدیده سالانه است تدارک نکردن، همون جاهایی که پارسال سیل اومده دوباره الان سیل اومده و میدونید برای اینها راه حل این قضیه به نظر من آسونه. خیلی ها از این عکس ها نگاه میکنن و خیلی ناامید میشن. بخشی از تلاش رژیم هم به گمان من در این چند هفته اخیر این بوده که سعی کنه با گرفتن تصاویر جاده ها و اینا مردم رو مقصر بدونه، در حالی که مقصر اصلی خودشه. حتی اگر مردم هم رفتن که تعداد مردم خیلی کم بوده، مقصر شما هستید که جاده ها رو نبستید. مردم حرفای شما رو باور کردن که گفتید این آنفلوانزاست، خطری نیست. مردم حرفای رئیس جمهور ابله رو باور کردن که گفت هفته دیگه ما باز میکنیم، الان میگه که دو هفته دیگه باز میکنیم. همین الان که داریم صحبت میکنیم، در تمام این مدت ادارات دولتی رو اینا باز نگه داشتن، کارمندا رو مجبور کردن یه سوم برن سر کار، رؤسا همه رفتن، آخونده همه رفتن، قائم شدن در غار و در هر جای دیگه‌ای که میتونن دوستید بکنن. مردم عادی بدبخت زحمت کشی که نمیتونن اون کار رو ول بکنن، وادار کردن برن سر کارشون. چه کاری الان لازمه که این کارمندای دولت رو وادار میکنید بره؟ چه فکری به بقیه کردید که کارمندای کارگر روزمزد هستن و اقتصاد داره میخوابه؟ اینکه اقتصاد نباید بخوابه درسته، ولی شمایی که روی این 100 میلیارد الان خود آقای خامنه ای نشسته، شمایی که یک اقتصادی بهتون تحویل دادن که یکی از پویاترین اقتصادها بود،
چه کردید به این اقتصاد که الان نمیتونید به مردم ایران برای دو هفته آینده کمک جدی بکنید؟ بودجه ای که گذاشتن دیدم 1 میلیارد دلار بوده برای کل جامعه، 1 میلیارد. وقتی که سلیمانی کشته شد شما در جا 250 میلیون یورو به قدس دادید برای شیطنتاش در خارج از ایران. چطور از اون بودجه نمیتونید بردارید برای مردم ایران دوا بگیرید؟ چطور از اون بودجه نمیتونید درد بگیرید و به هر کارگر ایرانی که بیکار شده بگید تا 1 ماه دیگه تا 2 ماه دیگه این مقدار بهتون حقوق میدیم؟ به طلاب، به هر کدوم از طلاب قم به 1 روایتی 5 میلیون پول دادن. بقیه مردم مگه خونشون کمتر رنگینه از این آخوندا؟ ایناست که واقعا مردم رو به گمان من به یک حالت عجیبی خشمی کشونده و آینده هم آینده این رژیم به هر حال خوشبختانه به گمان من خیلی تیره است، ولی آینده جامعه ایران هم به گمان من خطرناکه، به خاطر اینکه این وضعی که اینا ایجاد کردن، این اقتصادی که ایجاد کردن، این خشمی که ایجاد کردن راه حلش دشواره، ولی شدنی است. اینها همین الان از راه برن کنار، همین الان استعفا بدن برن کنار، برن بگن آقا ما نمیتونیم، مملکت رو به گل نشون. همون کاری که تو تونس مسلمانای تونس کردن، مسلمانای تونس 2 سال قدرت رو گرفتن دیدن نمیتونن. آقای قنوشی گفت، البته اون بصیرت رو داشت، از روز اول گفت من خمینی نیستم، من یه مسلمانم ولی خمینی نیستم. قنوشی گفت ما حل نمیتونیم بکنیم، ما مسئله تونس کوچیکه چیزو حل نمیتونیم بکنیم. اومدن تونس رو به هر حال یه جای نجات دادن. اینا اگر 1 جو عرق ملی داشتن و حتی اگر عرق اسلامی داشتن، برای اینکه کاری که دارن میکنن به نظر من ریشه به ریشه آخوند و تشیع هم میزنه، اگر 1 جو عرق هر کدوم اینا رو داشتن الان گفتن ما نمیتونیم، نتونستیم، شرمنده ایم، میریم کنار. یک دولتی بیاد که بلد این کار رو انجام بده، کفایت داره. یه دولتی بیاد که جامعه بین المللی بهش اعتماد میکنه. کی الان حاضره به اینا پول بده؟ کی الان بعد از این که دیدن با پولایی که از دولت گرفتن اینا چه کار کردن، حاضره به اینها دوباره پول بده؟ یه دولتی بیاد، یک نظامی بیاد که معتمد جهان باشه، معتمد مردم ایران باشه، معتمد ایرانیان در جهان باشه. این مسائل ایران رو میشه حل کرد، ولی با این رژیم و با این دار و دسته به گمان من نمیشه و هر روز وضع رو دشوارتر میکنن و آینده رو سخت‌تر. آقای دکتر، من یک خبر شنیدم که بعد دیگه هرچی تو رسانه‌های دیگه کند و کاو کردم ندیدم اون خبر رو. اسکای نیوز 2 روز پیش اعلام کرد که بزرگترین مال تهران رو، اون مالی که با میلیون ها دلار یا شاید نزدیک 1 میلیارد دلار احداث شد و مال خود این آقایون هست به طور قطع، اون رو به قسمتیش رو تبدیل کردن به بیمارستان و تخت گذاشتن و اینا. من دیگه هیچ جا این خبر رو ندیدم و نمیدونم، یه خبر گذرا بود که خودشون مطرح کرده بودن و بعد برداشته شد یا نه، ولی الان ما در نیویورک از فرماندار نیویورک میشنویم که تمام میدانهای ورزشی، سالن‌های ورزشی بزرگ، سالن‌های نمایشی بزرگ، جاوید سنتر و چندین مرکز بزرگ اینا دارن تجهیز میشن با تخت خواب و امکانات برای کسانی که مبتلا میشن به این ویروس. و این سیر سعودی رو که ویروس داشت طی میکرد و از همه بیشتر توی نیویورک بود، یواش یواش داره کند میشه حرکتش، هرچند که هنوزم این اخطار هست که باید مراقب بود. و این رو ما مقایسه میکنیم با همین نکاتی رو که اشاره کردید در ایران، و اینکه تازه بعد از اینکه آقای روحانی
آمدن و گفتن دو هفته میخوان اقداماتی انجام بدن و اینا، اقدامات آنچنانی نیست. و علاوه این که الان امروز صحبت از این بود که از صندوق نمیدونم چیچی ملی مقداری درخواست از حضرت آیت الله عظما بکنن که اجازه بدن از اون بردارن برای این کار، در حالی که امریکا نه یک بار چندین بار پیشنهاد کرده که دارو و متخصص بفرسته، که جوابش رو دیدیم که آقای خامنه‌ای به چه صورت دادن، که اینا میخوان این دواهاشون دواهاییست که این بیماری رو شدت میبخشه و اگر دکتری و متخصصی بفرستن میخوان بیان ببینن که این اثر این کار، این ویروسی رو که مختص ما درست کردن و فرستادن به چه صورت پیش میره. ببینید اولا داستان مال به گمان من مال آقای انصاری، من از دوستانی که در ایران هستن شنیدم که بخشی از مال رو دارن تبدیل میکنن، منتها این که چون اون مال در حال ورشکستگی بود، این که حالا از این طریق یه پولی دارن میخورن، برای اینکه اون مال هم گویا قالیباف درش دستگیر هست، دستگیر باید بشه ولی درگیر هست، هم آقا مشتبه ظاهرا درش درگیر هست و باید دستگیر بشه، یعنی مالیست که به بزرگان رفت داره و با ورشکستگی داشته روبرو میشده، شاید بخششو از این طریق از یه طریقی سعی کردن چطور کنن، ولی منم شنیدم بعضی از اماکن رو هم در ایران دارن تبدیل میکنن، ولی خیلی کم و خیلی دیره همونطوری که گفتید. و وقتی که مثلا پزشکان بدون مرز آمدن و خواستن یه بیمارستان بسازن، ببینید چه بلایی بر سر اونا آوردن، ببینید چه مزخرفات علمی گفتن، که اینا آمدن از ایران نمونه های ژنتیکی بردارن. مگه فقط در ایران میشه از ایرانی نمونه ژنتیکی برداشت؟ الان چند میلیون ایرانی در خارجه، یعنی اینا که تغییر نکرد وقتی اومدن خارج. اگر اون بخوان الگوی ژنتیکی ایران رو بردارن، تو لندن و تو لس آنجلس و تورانتو و ترکیه، هر جا به استرالیا و اردوگاه فراریان استرالیا و یونان، خوشبختانه به لحاظ نکبت وجود این رژیم ایرانی خیلی زیاده، میرن اونجا ژن نمونه برداری میکنن. فهم کردید فقط اونایی که تو زیر چتر شما ذلت میکشن ژن اوناست. بعد اگه بخوان دارو بفرستن، فقط باید اونا بیان دارو بیارن در ایران دارو پخش بکنن، پزشکان بدون مرز. شما داروهاتون از کجا میخرین؟ نصف داروهاتون از کجا میخرین؟ من اگه میخواستن دخالت اونجوری بکنن، آخه خجالت بکشید در قرن 21 این حرف رو زدن و دوباره جان آدمی رو به خطر انداختن. خود آقایون که آقا مشتبه اگر مسئله پیدا کنه یا خانومشون مسئله پیدا بکنه، اینا که نگران بیمارستان نیستن، که تمام بیمارستان های مملکت قروق اینا هست، مردم بیچاره هستن که بیمارستان نخواهند داشت. و وقتی که آقای شریعت مداری مزخرفاتی در کیهان در مورد اینا میگه، آقا اون صحبت های واقعا شنیشو میکنه در اون صحبت، که در اون صحبت جنوینس و فلان و اینا، خب اینا رو بیرون میکنن. بقیه وقت امکان این که فکر کنن میشه به ایران کمک کرد، به فعالیتشون ادامه خواهند داد. اون وقت هی طرفداران رژیم هی میان میگن که آقا تحریما رو بردارید، تحریما رو بردارید. منم معتقدم باید تحریم دوا و غذا رو برداشت، ولی پول دست این رژیم نباید داد. معلومه پول دست این رژیم نباید داد. من یه ماه و نیم پیش در هوور با آقای مکمستر که مشاور چیز بود مناظره داشتم، تو تلویزیون برید ببینید هست، اونجا گفتم، گفتم باید یک نهادهای بین المللی باشه، هرچی ایران در خارج داره بشه از اون پول، هرچی دوا و غذا هست نه به دست این رژیم، از طریق نهادها در داخل ایران پخش بشه بین مردم، بدن به دکترها، بدن به بیمارستان ها، نبدن به سپاه که بره تو بازار بفروشه، نبدن به رژیم که بفرسته عراق. حتما اینا میگن نه، فقط پول نقد رو میخواییم، برای اینکه دفعه قبل چاپیدن و الان برای اینکه دنیا رو تحت فشار قرار بدن که اون پول نقد رو بگیرن، حاضرن هزاران هزار صدها هزار ایرانی در این راه
فدا بشن. و این است که به نظر من وضع رو در ایران خطرناک میکنه و در آمریکا همونطور که گفت تو کالیفرنیا هم توی محلی که ما هستیم خب یکی از دو تا سه چهار کانون مهم آمریکاست دیگه، یعنی سیاتل بود، نیویورک بود، سانتا کلارا بود به اصطلاح اینجا همین دور و بر استنفورد. الان رقمش رو به کاهشه. ما دیروز در دانشگاه جلسه مجازی داشتیم، گفتن رقم اینجا رو به کاهشه و تعداد امکان تست کردن رو زیاد کردن. کایزر میتونید با ماشین برید تست بکنید، استنفورد میتونید برید با ماشین تست بکنید، تست ها رو دقیق تر کردن، سریع تر کردن و واقعا صدها شرکت در سطح جهانی الان هم در جهان غرب، همون جهان استعماری که اینا دارن میگن، دارن سعی میکنن یه درمانی براش پیدا بکنن یا واکسنی براش پیدا بکنن و تربت امام حسین اون واکسن نخواهد بود. اون آقای آخوندی که گفت تربت خوردم قلقل دلم خوابید، الان نقاب در خاک. آقای دکتر، امروز تو خبرها بود که لطف کردن سران رژیم، اجازه دادن پزشکان به اصطلاح پزشکانی که رفته بودن و میخواستن کمک بکنن به خارجیانی که در ایران هستن کمک بکنن، برای اینکه افراد ایرانی نیازی ندارن، پزشکان بدون مرز رو احتیاج ندارن بهشون. این از این. بله. بعد میخواستم سوال بعدی رو که شما شمعی رو اشاره کردید، در پالو آلتو دورور شما چی میگذره؟ کلاس های دانشگاه یا تعطیل شهر به چه صورته از نظر آذوقه و نیازهای مردم چطور هست اوضاع؟ شما خودتون هیچ بیرون میرین؟ رفتین بیرون؟ اوضاع رو به چه صورت میبینین؟ یا مثل شهر ما که شده شهر ارواح، اونجا هم خیلی تردد کم هست و ترافیک خیلی خیلی مختصر. اینجا هم خیلی تردد بسیار کم، اینجا زودتر از شهر شما قرنطینه کامل شد. در واقع دانشگاه الان دو هفته و نیم هست که حضور در دانشگاه منع شده، شما مگر برای کار پزشکی نمیتونید به دانشگاه یا تحقیقات بیولوژیک، در واقع تحقیقات اساسی، بقیه کارا همه انجام میشه. ما کارامون رو انجام میدیم، جلسات دانشگاه هست، امتحانات با تأخیر انجام شد ولی با امکانات ارفاقی، در واقع گفتن چون خوابگاه ها با تخلیه میشد، دانشجو حق داشتن که بگن نمره ما رو تا همون وقت هفته آخر هرچی بود بدید، امتحان نمیخوایم بدیم. یعنی تمام امکانات رو ایجاد کردن. در این فاصله مثلا دانشجوهایی که من همین دو روز پیش در یه امتحان دکترای دانشجوی شرکت کردم، عین اینکه امتحان دکترای واقعی بود فقط از طریق مجازی انجام میشد، همه کارا انجام میشه. ترم آینده هم کلاس ها خواهد بود ولی همه از طریق مجازی. من فکر میکنم اول بار که دانشگاه باز بشه قاعدتا تابستان خواهد بود. ما هم ناچار شدیم تمام جلسات سخنرانیامونو برای این ترم به عقب انداختیم. یه کنفرانس داشتیم در مورد آقای مسکوب، از یادداشت‌های آقای مسکوب که آمده، بله اون رو تغییر انداختیم ولی بقیه همه کارا رو انجام خواهیم داد امیدوارم، ولی با تأخیر. شهر هم کاملا در حال قرنطینه است. منم واقعا فقط دو بار در این دو هفته دو تا ده دقیقه رفتم برای اینکه خرید بکنم بتونیم یه قرمه سبزی درست کنیم بخوریم. نوشه جان. آقای دکتر، اشاره کردین به اینکه خوابگاه ها هم تخلیه کردن، اون رو بچه ها کجا میرن؟ بعضی ها از جاهای مختلف میان، نه یعنی مال خود منطقه نیستن. بله خیلی خیلی وضع دشواری، به همین خاطر گفتن اگه میخواید امتحان ندید ندید، برای اینکه یک دفعه به بچه ها گفتن شما 10 روز فرصت دارید خوابگاه ها رو تخلیه بکنید و فقط کسانی که مثلا دانشجویان خارجی مثل دانشجویان ایرانی که نمیتونن برن به کشورشون
یا خانواده ندارن که برن، اونها بایستی به دانشگاه بنویسن و با تقاضای ویژه بدن و در صورت موفقیت میتونن در دانشگاه بمونن، متا شرایط خیلی ایمنیه، کسی از خارج نمیتونه وارد دانشگاه بشه، در اون فضا بشه، خیلی دارن سعی میکنن کنترلش بکنن. و توی یعنی بر اساس آخرین ارقامی که من دیدم دیروز و یک کسی که این گزارشو میداد یکی از برجسته‌ترین متخصصین این کار در جهانه، او میگفت تو این منطقه رشد سعودیش تبدیل به رشد نزولی شده و نوید بخشه، یعنی تأثیر گذار بوده. مردم هم رعایت میکنم. من میگم من باری که رفتم خیلی اندک بود و به هر حال یه مقداری این که آدم رفت آمد میکنه وقت زیادتری داره، کتاب میتونه بیشتر بخونه، فیلم بیشتر ببینه. فیلم آقای رسولوف رو دیدم که همین فیلمی که جایزه بردن برده، خیلی خیلی فیلم درخشانیه. توی توییتر میدیدم که چندین نفر که در ایران نوشته بودن که بهترین مشغله ما در این دوران تماشای مجدد دایجان ناپلونه. گفتم واقعا دوباره بایستی به جناب پزشکزاد تشکر کرد برای این کار عظیمی که کردن، نه فقط در دایجان ناپلون، در کل نوشته هاشون واقعا یک گنجینه بی نظیری جا گذاشتن که قدرش به گمان من اونچنان که باید و شاید به رغم محبوبیت ایشون و به رغم شهرت ایشون، ولی قدرش و ظرافتش و دقایقش و کنجکاویهاش و فضلش کمتر هنوز شناخته شده. امیدوارم که هرچی بیشتر کارهای جدیتر در مورد آثار ایشون انجام بشه، ولی بدونن که در ایران در توییتر خیلی ها میگن که بهترین راه برای مبارزه با خستگی قرنطینه دایجان ناپلون است. خوشحال خواهند شد این صحبت‌های شما رو بشنوند آقای دکتر. و خدمتتون عرض کرده بودم در برنامه قبل که لطف کردن یه مقدار اینجا که آمدن انرژی گرفتن، چون اونجا تنها هستن و تونستن با اون مشکلاتی که از نظر بینایی دارن خاطراتشون رو در یک مجموعه جمع‌آوری بکنن، خاطراتی که پراکنده بود در نشریات و در کتاب‌های مختلفی که نوشته بودن، اون رو در یک جلد شرکت کتاب، البته الان اونا هم کارشون متوقف مونده، داشتن به سرعت این کار رو انجام میدادن. دو کتاب طنز فاخر سعدی و به اصطلاح حافظ ناشنیده پند رو که اینجا نبود و یا خیلی کم بود تجدید چاپ کرد شرکت کتاب با اجازه گرفتن از ناشرینش در ایران. و از این بابت واقعا ما همه خوشحال هستیم که یه انرژی و به اصطلاح جان تازه‌ای به کارهای آقای پزشکزاد داره میده. و من یکی خیلی خوشحال هستم که این تغییر محیط واسه شون مؤثر بوده و امیدواریمون این هست که با حمایت و کمکی که همه کسانی که واقعا دستن در کاران فرهنگ و ادب ایران هستن بتونیم ایشون رو اینجا نگه داریم، چون واقعا برگشتن ایشون به پاریس الان در این شرایط مطلقا صلاح نیست. اینطوری که خبرهایی که از اونجا میاد، خبرها بسیار بسیار نگران کننده است و مخصوصا این سفر طولانی. حالا امیدواریم که بتونیم در این زمینه موفقیتی حاصل بکنیم و کار پیش بره. آقای دکتر میدانی بی نهایت سپاسگزارم. من واقعا امیدوارم که هر کسی در هر سطحی توان کمک داره به این که این قضیه میسر بشه، یعنی موندن ایشون اینجا میسر بشه، این کار رو انجام بده. ایشون یکی از واقعا گنجینه های ادب معاصر فارسی هستن و اگر به سختی روزگار بگذرونن، بعد از اینکه عمری برای غنای فرهنگ ما و زبان فرهنگ ما کار کردن، شرم همه ما خواهد بود، نه تنها الان بلکه برای نسل های بعد. خواهند گفت که چنین کسی
در میانشون بود و قدرش رو نشناختن. یادمون باشه هنوز ملت به اون سلطانی که به فردوسی به جای طلا نقره داد حداقل در افواه این رایجه پشت میدن. نباید یه کاری بکنیم که نسل‌های آینده هم بر ما ایراد بگیرن که به چنین گنجینه واقعا عظیمی و انسان شریفی که با شرافت زیست و با شرافت در مقابل جهل و خرافه ایستاد تمام توانمون رو به خرج نده. در صحبت‌هایی که با شما داشتم آقای دکتر گفته بودم واقعا ایشون شاخص یک جنتلمن هستن، اگر بخوام تعریف جنتلمن رو داشته باشیم. بی نهایت سپاسگزارم از شرکت مجددتون در برنامه، امیدوارم که دور از مسائل و بلایا باشید و خودتون و خانواده، و امیدوارم به زودی این شرایط هم بهبود پیدا بکنه که ما باز بتونیم رفت و آمدها رو از نو آغاز بکنیم. بی نهایت سپاسگزارم. شما متشکرم و از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزار شما هستم. و در پایان برنامه دو نشریه رو میخواستم امروز راجبش صحبت بکنم. یکی شماره جدید رهاورد هست، شماره های 128 و 129 پاییز و زمستان، و مطالب فوق‌العاده خوبی که درش هست. و من نگاه میکردم از اول تا به آخر نویسندگان و فرهیختگانی که قلم فرسایی کردن در این نشریه فوق‌العاده است و جای اون رو داره که تسلیتی داشته باشم برای باز دوستداران فرهنگ و دانش ایران به مناسبت فقدان پروفسور رضا، که و آقای دکتر علی مشائی و آقای مهران راد آمدن و این مقاله رو که قبلا در نشریه سیمور چاپ شده در اتاوا مجددن به چاپ رسوندن. خانم شعله شمس تحت عنوان پروفسور رضا، کیمیای معرفت به مناسبت جشن زندگی. و همونطور که عرض کردم مطالب بیشمار دیگری که در کتاب هست و در واقع یک به یکش خواندنی و یک جنگیست که در کتابخانه هر کسی فکر میکنم مغتنم باشه وجودش. اما یکی دیگر از رسانه‌هایی که واقعا در طی این سالیان فعالیت مداوم داشته بررسی نشریه بررسی کتاب هست که آقای روشنگر با زحمت فراوان و به اصطلاح مشکلاتی که هست اون رو مرتبا منتشر میکنن. شماره 100ش رو شاهد هستیم از خود آقای روشنگر، مهوش شاعر، رفعت حسینی، رکنی جلیلی، ایرج پارسی نژاد، فریدون مشیری، سمی سادات حسینی، نورالدین زرین کلک، پریوش سیموزر و نویسندگان بسیار دیگری که در این کتاب در این نشریه به اصطلاح مطلب درج کردند. و در مورد رهاوردم من اگه بخوام فهرست مطالبی رو که در این شماره آمده واسهتون بگم، فکر کنم وقت خیلی زیادی رو احتیاج داشته باشه. اشاره میکنم به گزارشی که از نصب تندیس کورش بزرگ در مرکز زردشتیان لس آنجلس شده که این پرده برداری شد از مجسمه بسیار زیبایی که با همت یکی از هموطنان هنرمندمون که این مجسمه رو ساخته بود و همت یکی از دوستان بسیار خوب و فرهیخته من آقای بهنام آبادیان که واقعا بی نهایت در این زمینه فعالیت کردند و فعالیت میکنن. نمونه های کوچکی از این رو هم قرار هست که تولید بکنن برای کسانی که
علاقمند هستن. بهنام آبادیان یک اینداستریالیست به تمام معناست که با به کار گرفتن تعداد زیادی کارمند و کارگر در مرکز به اصطلاح تولیدی خودش مشغول فعالیت هست و البته در این ماجرا او هم بی نصیب نمونده و کارها کمی کمتر شده. از دوست عزیز دیگری که در ایران فعال هستند و اجازه ندارم اسمشون رو ببرم و یکی از بزرگترین آزمایشگاه های تشخیص طبی رو دارند، پاتولوژی رو دارند و میگفتند ما روزی 1000 مورد رو بررسی میکردیم و جوابوی 1000 مورد بودیم از مراجعات. الان تعداد مراجعاتمون به روزی 100 نفر رسیده و خب تمام این کسانی که مشغول کار هستند در این مؤسسات واقعا معلوم نیست که کارشون به کجا می انجامه. باز برگردم به مطالبی که در نشریه خوب رهاورد به چاپ رسیده این بار، سفری به خلوت پروفسور محمود حسابی پدر فیزیک ایران. عرض کنم حضورتون تاریخ نفت از 6000 سال پیش و چگونگی امتیازنامه لغو امتیازنامه دارسی. عرض کنم از آقای دکتر برابریان فراماسون ها پایه‌گذاران مهد آزادی مطلب دیگری است که در این نشریه آمده و میگم تعداد نویسندگان و شخصیت های برجسته‌ای که در این شماره همکاری داشتن با رهاورد واقعا بی نهایت زیاده و من خوشحالم از این که خانم سرکار خانم شعله شمس با یک کوشش واقعا استثنایی با همکاری و همیاری بعضی از هموطنان یهودی و سایر دوستان و هموطنان و فرهیختگانی که مطلب می‌نویسند در این نشریه، تونستن این نشریه وزین رو سالیان سال روی پای خودش نگه دارند و براشون آرزوی بهترین ها رو می‌کنم، آرزوی موفقیت بیشتر و آرزوی اینکه این کسانی که افرادی که با ایشون دارن همکاری می‌کنن به این همکاری‌های شایان توجه خودشون ادامه بدن. وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تشکر ویژه دارم برای علی عزیز که به تنهایی زحمت کار بسیاری رو به دوش میکشه در لندن و برای او سلامت و سعادت آرزو میکنم و در پایان نوروز باستانی رو به همه مجدداً تبریک میگم و امیدواریم که این موج عجیب و غریب و این حمله طبیعت که واقعا انسان متوجه میشه تا چه حد در مقابلش ضعیف و ناتوان هست به زودی فروکش بکنه و ما باز بتونیم آزادانه به کارهای روزانه خودمون ادامه بدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.